سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به مجموعه برنامه در دادگاه خوش اومدید در این برنامه به اسرار قتل عجیب و مرموز پرستار در منطقه قیطریه تهران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1395 و در تهران اتفاق افتاد در سری مجموعه در دادگاه ما به بررسی پرونده های جنجالی ایران و به دادگاه های اونها میپردازیم و پرونده رو از زمان وقوع قتل تا رأی نهایی دادگاه بررسی می پس در ادامه با ما همراه باشید. روزی که مفقود شدن سهیل به اطلاع پلیس رسید، خانواده ی اون اظهار داشتن که اون مثل هر شب سر ساعت مقرر به خونه نرسیده و تأخیرش موجب نگرانی اونا شده. در ساعت اولیه بعد از مفقود شدن سهیل، خانوادش تمام بیمارستان ها رو گشتند. اما زمانی که اثری از سهیل پیدا نکردن اقدام به شکایت از خانواده ای کردن که سوهیل برای اونا کار میکرد. با طرح شکایت از سوی خانواده سوهیل، رسیدگی به شکایت در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. دختر صاحب خونه در اظهارات خودش به ماموران گفت از سالها قبل همراه مادرم در یه خونه ویلایی تو قیتری زندگی میکنم. چند سال قبل مادرم سکته کرد و زمینگیر شد. از اون به بعد رسیدگی به کارهای اون برام سخت شد. حالا دیگه تو انجام کارای خونه و رسیدگی به مادر مریضم دستنها بودم و این برام خیلی سخت بود. برای همین تصمیم گرفتم فرد قابل اعتمادی پیدا کنم و پرستاری از مادرم و به اون بذارم. اما دلم نمیخواست به هر کسی اعتماد کنم و ندیده و نشناخته کسی رو به خونم راه بدم. برای همین مدت خیلی زیادی گشتم و افراد خیلی زیادی به من معرفی شدند. اما هیچ کدوم از اونا نتونستن اعتماد منو جلب کنن تا اینکه یه روز یکی از بستگان به من گفت فردی رو میشناسه که از هر لحاظ مورد تاییده بعدم سویلو به من معرفی کرد و قرار شد مدتی به صورت آزمایشی از مادرم پرستاری کنه تو همون مدت من از کار اون رضایت پیدا کردم و قرار شد از اون به بعد تو خونه ما حضور داشته باشه. سهیل جوون زرنگ و قابل اعتمادی بود. خیلی وقتا علاوه بر پرستاری از مادرم تو انجام کارای دیگه خونم به من کمک میکرد. میدونست که من علاقه خیلی خاصی به خرید عتیقه دارم و گاهی به سفارش من از مکان مورد نظرم برام عتیقه جات رو تهیه میکرد و میآورد. چند بارم به من گفته بود که میخواد با دست مزدی که از ما میگیره و با مشورت من برای خودشم عتیقه بخره. اما همیشه این تصمیم اون در حد حرف باقی میموند و هرگز به مرحله اجرا در نیومد. همه چیز روال عادی و طبیعی داشت تا اینکه دیشب سوهیل خیلی عادی مثل هر شب از ما خدافزی کرد و از خونه خارج شد. دیشب مادر سوهیل بارها با من تماس گرفت و گفت از سوهیل خبری نشده. منم نگران اون شدم و بارها با تلفن همراهش تماس گرفتم. اما اثری از سوهیل نبود که نبود. منم به اندازه خانواده سوهیل از مفقود شدن اون ناراحتم اتهامی رو که به من وارد میکنن قبول ندارم. تحقیقات پلیسی از سوی تیم جنایی و کارگاهان متخصص ادامه داشت اما هرگز جسد سوهیل پیدا نشد و مرگ اون مهرز نشد. تنها چیزی که بازپرس جنایی کشف کرد این بود که ردیابی تلفن تماس سهیل حرکت اونو در مسیر نشون میداد که دقایقی بعد از اون دختر صاحبخونه هم در همون مسیر قرار گرفته بود. اما دختر پیرزن در توضیح این ماجرا گفت که به علت نگرانی بابت گم شدن سهیل از خونه بیرون اومده و دنبال سهیل گشته. اون ادعا کرد خیلی اتفاقی در مسیری که حدس میزد سهیل همیشه از اون عبور میکرده قرار گرفته و بعد از اینکه اثری از اون پیدا نکرده به خونه برگشته. پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای جنایی برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان رسید. قاضی بعد از بررسی محتوای پرونده و اظهارات متهم به قتل یعنی دختر صاحبکار سهیل با توجه به عدم وجود ادله و مستندات کافی برای اثبات جرم همچنین نظر به عدم کشف جسد دستور منع تعقیب پرونده را صادر کرد و متهم را تبرئه کرد اما خانواده سهیل بار دیگه با اعتراض به قرار منع تعقیب خواستار رسیدگی مجدد به پرونده قضایی شدن و به این ترتیب پرونده بازم در نوبت رسیدگی قرار گرفت. جلسه رسیدگی به پرونده با حضور نماینده دادستان و خانواده شاکی و ولی دم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. متهم پرونده با قید وسیقه آزاد بود و بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای جنایی رو قرائت کرد، متهم برای دفاع از خودش پای میز محاکمه ایستاد. قاضی اتهام اون دایر بر مباشرت در قتل عمدی پرستار مادرش رو بهش تفهیم کرد. سپس از اون سال کرد. اتهام خودتو شنیدی؟ آیا این اتهام قبول داری؟ متهم گفت خیر اتهام ما قبول ندارم. تو این پرونده هرگز جسدی کشف نشده و من منکر قتل سهیل هستم. در ادامه جلسه دادگاه قاضی گفت در جلسه قبلی رسیدگی به پرونده برای شما قرار منع تعقیب صادر شده بود اما پرونده با اعتراض خانواده سهیل به دادسرا برگشت تا تحقیقات تکمیل بشه در ادامه بررسی ها و تحقیقات پلیسی مشخص شد که همون روز و ساعتی که پرستار مرد از خونه شما خارج شده دقایقی بعد شما هم از خونه خارج شدید و ردیابی تلفن همراهتون نشون داده که در همون مسیر رفتید به همین خاطر بار دیگه کیفرخواست پرونده با اتهام قتل عمد برای شما صادر و پرونده برای رسیدگی دوباره به این شعبه ارسال شده. زن میان سال بار دیگه گفت من در توضیحات قبلی خودم علت قرار گرفتن در اون مسیر رو توضیح دادم. فقط به خاطر اینکه دنبال سهيل بگردم به اون مسیر رفته بودم. قاضی خطاب به متهم گفت مادر سهیل ادعا میکنه که پسرش 100 میلیون تومان به شما داده بوده تا براش عتیقه بخرید. آیا شما با پرستار مادرتون اختلاف مالی داشتید؟ متهم در پاسخ گفت من این ادعا را قبول ندارم چون سهيل هرگز پولی به من نداده بود. هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود نداره و من با سهيل اختلاف مالی نداشتم که منجر به نقشه سربه نیست کردن اون بشه. مگه من چنین نقشه شومی در سر داشتم و اختلاف ما اینقدر حاد شده بود حتما کسی از آشناها و نزدیکای سهیل از این اختلاف با خبر میشد اما هیچ کس مدعی چنین اختلافی نیست آزاد دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم ختم جلسه دادرسی را اعلام کردند هیئت قضایی برای صدور رأی پرونده وارد شور شد در انتها به خاطر عدم کشف جسد و همچنین عدم وجود ادله مستند برای اثبات جرم صاحبکار سهیل از اتهام به قتل عمد تبرئه شد تا به امروز هیچ جسدی کشف نشده و هنوز راز این پرونده سر به مهر مونده این پرونده همچنان بازه حالا یه سوال به نظرتون آیا صاحبکار سهیل گناهکار یا بیگناه؟ برای بررسی قتل عام وحشیانه و مشکوک یک خانواده هفت نفره در سلماس بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و سلامت باشید